22 مامور از جمله دو فرمانده پلیس افغانستان در کمین سنیهای تندروی طالبان در ولسوالی جوین در ولایت فراه جان خود را از دست دادند. رسانه های محلی گزارش دادند که نیروهای امنیتی با پنج خودرو و به منظور معرفی محمد اقبال فرمانده جدید پلیس جوین از مرکز فراه عازم این ولسوالی بودند که در کمین طالبان افتادند. محب الله محب سخنگوی پلیس افغانستان با تایید خبر این کمین از ارائه جزئیات بیشتر و آمار قربانیان خودداری کرد در دو سال اخیر شماره تلفات نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان در جریان نبرد با عناصر تروریستی طالبان افزایش یافته است در حالی که دولت وحدت ملی آمار دقیقی در این باره اعلام نمی کند جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا اخیرا گفت که ماهانه حدود 500 نظامی افغانستان جان خود را از دست می دهند. این در حالی است که طی سالهای اخیر سنیهای تندروی طالبان تعداد زیادی از غیر نظامیان به خصوص شیعیان را به شهادت رسانده اند و این روند همچنان ادامه دارد اما دولت مردان افغانستان و حامیان این گروه تروریستی در این باره سکوت می کنند. فعالان شیعه افغانستان بر این باورند که سانسورهای خبری برخی کشورهای حامی طالبان و عدم حمایت مناسب از شیعیان افغانستان توسط حکومت این کشور به دلایل سیاسی و قومیتی صورت میگیرد.